سلام مخلص، خیلی خوش اومدین به چاله. خودتون ما اینجا این با پوتک. بله پوتک، همونطور که همتون میدونید آخر ویدیوهاش دو تا دکمه دیگه بیشتر باز میکردی. چه وضعی، نپوش لباس، یه دکمه دیگه بکنی میرسی به نافت. چرا چی هایی؟ نگاه کن. خوب آقا بده مگه این بعد بعد خوبه بحث اون نیست. الان لباس تا اینجا واکر رو نپوش دیگه. عجب گرفتاری شدیم بابا، قشنگ مده به خدا. آقا مد نیست بابا، قشنگی دیگه بابا، تازه باز نیست اون قدر. دو روز دیگه این دوتا رو هم خدا شاید اگه نافت نیفتاد بیرون من اسم آمد. نه من کار نمی کنم، خود میدونی من آدم با حیایی. خیلی داشتم حرف میزدم. میفرمودید از اول بزنم یا نه؟ نه بابا برو بگو. گفتم آقا پوتک همیشه آخر ویدیوش چیکار میکنه؟ یه جمله قصاری میگه. خب بله. بعدش میگه سالم باشید، بعد پولدار باشید، پولدار باشید و سالم باشید. آره تموم میکنه ویدیو رو. خیلی قشنگه. آره خودش. خب واسه ما خیلی فرستادید، انقدر ویدیو زیاد داره و این جمله زیاده که ما گفتیم آقا چقدر جمع کنیم، فکر کنم 20 تا شده. ولی چون کوتاه اشکال نداره، یه کوچول بریم بیایم ببینیم چه خبره دیگه، چیا گفته. Let's go. دوستان عزیز دلم، لایک سابسکرایب کامنت زنگ ترک کنید. قشنگه بعد ویدیو راجبش صحبت می‌کنیم. قشنگ راجبش صحبت می‌کنیم با هم دیگه عزیزم. بچه ها خب بریم. آماده اید آقا؟ آره بریم. بریم چه خبره. Let's go. در صدد فراموشی مادر جنده هایی هستیم که یه روزی رفیقمون بودن. میشه سنگین ترین سنگ ها رو از کسی میخوری که براش سنگ تموم گذاشتی. وای آجی راست میگه، ولی خدایش چه قشنگ بود ریمیکس و حالی بود. آره. اون اولیه گفت در صدد فراموش مادر فلان شده هایی هستیم که یه زمانی رفیقمون بودن. یه جا خونده بودم میگفت رفیق خوب خیلی کم شده تو این دور زمونه. خب رفیقایی که بتونن موفقیت تو رو ببینن و حسودی نکنن خیلی کم شده. تا یه جایی اوکی هم، یعنی حسودی نمی کنن تا جایی که باهاشون برابری. آره. بعد که میزنی بالا ازشون اون حسادت هست که قلقلکشون میده. میشد میگم آفرین، بر نمیتابن که ببینن تو از اونا پیشی گرفتی. بعد مادر فلان بازی در میارن و مجبوری که فراموش کنی. در صددی که فراموش کنی اونا رو. بله. Let's go. یه املتمون نشه تخم مرغش از من، تو فقط یه رو بده. و بعد سلام. به به خیلی باشه. روز مرگم، روز دفنم، روز هفت. ای بابا. نه بابا. نگو خدای سلامتی این چیزا نزنید. آقا سلامتی نداره. سلامتی من همیشه موقع زدنامون گفتم سلامتی سئوس. خب الکسیز و جسیکا و لانا روتز. بله همیشه میگن، همیشه سلامتیش میزنم. لانا روتز توبه کرده، دقت شنیدی؟ واقعا گفته ویدیوی من از همه جا پاک کنید. تو رو خدا. بعد خودش داره تو چیز کار، توی سایت دیگه به صورت اختصاصی کار میکنه. نه بابا که میخواد همه رو بکشونه اون بر. از همه چی خبر دارم. یکی از بدترین دردها اینه که شب مخاطبای گوشیتو چک کنی، دنبال یکی بگردی باهاش درد و دل کنی، ولی هیچ کسی رو پیدا نکنی. کاش هر کدوم از اون یکی به درد نخورتر و پلشتر. من واقعا برام اتفاق افتاده، اصلا دلم گرفته بودم بذار با یه دوستی رفیق صحبت کنم. بعد نمیگم دوست ندارم، ولی دوست آنچنه که بتونی حرف بزنی نداری. خیلی ناراحت کننده است. آره. من این وسط منم یه جمله قصار میگم، اینا رو جدیدن خوندم، خیلی خوش اومده. البته خود پوتک گفته اینو. آره شاید اصلا اینجا باشه این حرفش. گفت دردناکتر از همه چیز میدونی چیه؟ چی؟ دختری که گریه آرومش نمیکنه سیگار میکشه و پسری که سیگار آرومش نمیکنه گریه میکنه. <تص->
قشنگ بود کده. اینا پوتک گفته ما گفت یه جایی خوندم پوتک گفته بابا. آره هاش همون اولش آخرتون رو بازی کنید، وقت ما هم عینک. به به اول از همه پولدار شید کما و بعد سلام باشید. یس گود وای. به به آفر. کی با آیفون قسطی قیافه میگیره، یکی هم با نوکیا معاملات میلیاردی انجام. حکایت خیلی همام اوف. سلامتی خودم خیلی خوب اوف. به من حقیقتا به چشم دیدم. من دیدیم دیگه. دیدیم هممون دیدیم خودش. هممون دیدیم. طرف رفته مثلا قسطی خریده یا مثلا فیکشو خریده که چی؟ که مثلا چهار تا جمع میره چی فلان کنه بیسار کنه. آه. بعد من با این یک گوشی شیائومی آشغالی پول در میارم. اینطوریه ادونچر اینجوری. سلامتی خودم که جز خودم برای هیچ کس مهم نیست. گذشتم از همه این آدمای دور و بر منم. بعضیش خیلی سنگینه، بعضیش خیلی سنگینه. یه وجب شهر یه هکتار آدم فروش. آهنگ چی بود؟ آهنگ چی بود؟ آها آهنگ فکر کنم ویناکینو بود. نمیدونم من یادم نیست. من نیاز ندارم در روز 100 نفر به هم پیام بدن، یه نوتیف تو بیاد بس. بشم یه نوتیف تو بیاد خدا شاهده بسه. بزن خدا شاهده یه نوتیف تو بیاد بسه. بس میگی؟ به قرآن میگمش خودم هستم اونو نوتیف بیشتر هستی تا نوتیفت حضور داری. مثلا نوتیف هم برای صابر لازم، اگه زودتر از صابر جدا بشم بیام خونه. اینجوری هم که عشقم یه نون بخر، چهار تا نون بخر، مثلا یه نوشابه بخر، دو چونه پیاز بخر. امشب املت داریم. همیشه هم همینجوریه. اینطوریه چیه؟ اونی که تو تاریکی کنارت نیست تو روشنایی کستنلش. اوه بابا سلامت باشید. خیلی خوب گفت که هیچ وقت روم نشد بهش بگم دوستت دارم. من در این آیه تو را آه کشیدم. این خیلی واقعی یا پسرا نمیتونن به باهاش میگن دوستتون نمیتونن. دخترام خیلی نمیتونن. چرا میگن؟ پس آره دختر با بابای دیگه، پسر با مامانه. من که میگم به کروت ولی آدم می پسرا لامصب ایو آره. ولی همینجا میگم من عاشق بابام به خدا. میتو سلامتی همشون. آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند. بیایم اینجا سلامتی بزنیم. آره سالانه 2 میلیون کتاب تولید میشه ولی من فقط لایه تو را دوست دارم باز کنم. مرس اول از همه بولار شید و بعد سلامت باشید. مرس معلمی که پراید داره. وای خیلی خوب بود. من فقط دوستم لایه تو رو باز کنم. معلمی که پراید داره نمیتونه یادت بده چطوری بنز باشه. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. ذهن تو احترام یک خانوم نه اما تو رو اشتباه کرده. نزد ترچی میدادم تو کیم نبرم من مهربون. ببین یعنی کیلو کیلو حق میگه. اینا کجا میاره اینا رو؟ خودش میسازه یا ای جایی میاره؟ من فکر نمیکنم. خیلی قشنگه حرفاش. آفرین. داره شبیه پروفایلتون نیستی. اب نداره شبیه پروفایلتون نیستی. ولی حداقل شبیه زرایی که میزنی باشه. قبل از همه پولدار شی و بعد سلام. راست میگه. یعنی بعضیا فقط زرن. اون زرا رو بگیری هیچی نیستن. واقع. اونم که کنتور نمیندازه که بزن. یعنی اصلا بابا یه چیزی بگو بهت بخوره تو رو خدا لاغل. فاز چیه؟ منم آجی یارو من میشستیم یه جایی میگفتن یارو مثلا ماهی شبیه 100 میلیون تومان درآمد داره. واقعی این داستان واقعی است. خب میگه یارو 100 میلیون درآمد داره، بعد مثلا ماهی میشه 3 میلیارد دیگه حاجی. بعد مثلا یارو هوندا مثلا 125 سوار بود، مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ با دیگه حداقلای زندگی رو باید داشته باشه. یه ماشین چینی آشغالی یا مثلا یه آیفون مثلا 14 15. دلش بره. ولی ناموسم هم مثلا هر چیزی که میگه بالاخره یکی تو ذهنمون میاد. آره دقیقا مثل همین ما، یه نفر میاد تو ذهنمون.
دیر فهمیدم عشق تا دو شب به کسی پیام دادن نیست. عشق مامانم بود که تا وقتی برگردم خونه بیدار. تعجب نکنید اینو شما نمیفهمید. نه ما میفهمیم پسرا. آره میگن هنوز پدر مادر نشدید که بفهمی. واقعا همینه. من واقعا نمیفهمیدم. من حالا الان چند سال ازدواج کردیم و خیلی کم پیش میومد که تا دو سه نصف شب بیرون بمونم، ولی همیشه مادر من بیدار بود. آره دیگه خواب به چشون نمیاد بنده. نمیدونم اصلا من نمیفهمیدم. گفتم مادر من چرا بیدار میمونی؟ گفت نمیتونم بخوابم. آره دیگه بعد بچه ها جمشن. خیلی عجیبه این قضیه. آره تا هنوز فراموشت نکرد. آدم ها هیچ وقت بزرگترین اشتباهشان را فراموش نمی کنند. دوباره نخوابیدم. ای بابا افکار پریشون اگر دوستی بارد میشن شب بیزنن شبی خون. بله به به کاش بیشتر بود داشتیم لذت میبردیم. کمه ولی خیلی پره. تا صبح بعد آره. بهش فکر کنیم. کم ببین کمیت مهم نیست همیشه، کیفیت مهمه. به خدا بله بارش هم چقدر قشنگ. آقا بیا مثل پوتک تمامش کنیم. چی می‌خوای؟ دوستتون داریم خیلی زیاد. ویدیوهای پوتک رو تو اینستاگرام واسه من بفرستید. اینستاگرام که سابر ادونچر دیگه. بله. آیدیش مثل پوتک. چیکار می‌کنه؟ اینطوری می‌کنه اول پولدار باشید. بابا. یک دو سه اول پولدار باشید و بعد سلامت باشید.